اگر این روزها مسیرت به جاده حراز بخورد، حتما میوه خوش رنگ و لعاب گیلاس در کنار جاده توجهت را به خودش جلب میکند. میوه‌ای که این روزها برداشت آن از اراضی شیبدار لاریجان و بلده شروع شده. کشت گیلاس در اراضی شیبدار استان مازندران 3000 هکتار هستش که پیش بینی میشه امسال 27000 تن محصول از سطح باغات برداشت بشه و بازار عرضه بشه. علی آقا از بچگی در کنار پدرش در باغ گیلاس مشغول به کار بوده. پس از تحصیلات هم با اصلاح نژادی که روی ارقام گیلاس انجام داده از شغلش راضی است. کمتر از تو هر هکتار 2 تن برداشت میشد، ولی با اصلاح نژادهایی که اتفاق افتاده برداشت ها به بالای تقریبا 10 تن رسیده. تک دانه مشهدی و صورتی ارقام قابل کشت گیلاس در این منطقه است، ارقامی که توجیه اقتصادی هم برای باغداران دارد. اینجا حدود 11 هکتاره که در حدود 2 هکتار و نیم نزدیک 3 هکتار زیر کاشت گیلاس. روزی 2 تن برداشت داریم. تا کی ادامه داریم برداشت شما؟ تقریبا 45 روز تا 50 روز هم میکشه. فصل برداشت که میشود، جوانان از گوشه گوشه کشور به این خطه میآیند تا این میوه ها پس از برداشت آماده عرضه به دیگر استان های کشور شوند. آقا خدا قوت، چند روز اینجا مشغول به کاری؟ اینجا درس. از کجا اومدین؟ از خراسان مشهد. ما محصولات خودمون رو به طور مستقیم میزنیم بازار میوه تربار تهران و آمل. باغداران میگویند حالا که زمان انتخابات است، از رئیس جمهور منتخب آینده هم انتظاراتی داریم. این رئیس جمهور آینده انتظار داریم که به وضعیت معیشت این باغدارا برسه. ان شاء الله تو انتخابات شرکت خواهیم کرد. ولی از رئیس جمهور آیندهمون استدعا داریم که تو امور کشاورزی خواهشاً به دار کشاورز برسه. ما انتظاری که از مسئولین مخصوصا از رئیس جمهور آینده داریم اینه که دست واسطه ها و دلال رو کم بکنه. به گفته باغداران اگر حمایت ها بیشتر انجام بگیرد، می توانیم سهم 20% این محصول در صادرات را ارتقا دهیم. ارزش اقتصادی محصول گیلاس در استان مازندران به 540 میلیارد تومان میرسد و این محصول علاوه بر عرضه در بازار داخلی به کشورهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر میشه. مهدی حسن پور، خبرگزاری صدا و سیما، لاریجان آمل.